متاسفانه نسبت به روزهای گذشته بیمارستان به شدت شلوغ شده، تقسیم تقریبا پر شده دیگه. متاسفانه با بحران کمبود تخت مواجه شدیم. تعداد بیماره بدحالمون زیاد شده. اکثرا هم بالاخره بیمارایی هستن که علائم کرونا دارن. یه ماه هم حتی با این علائم بستری کردن که خانواده‌اش درگیر هستن. تجهیزاتمون که خدا رو شکر حالا فعلا ما مشکلاتی نداریم، بالاخره هر جور شده تامین میشه، ولی پرسنلمون متاسفانه اونا هم به توجه به اینکه بالاخره 2 سال درگیر کرونا هستن، خسته شدن و خودشون هم درگیر هستن. همین امروز چند مثبته پرسنلمون هم حالا زیاد شده بود. پرسنل واقعا با بیماری دارن میان سر کار، علارغم اینکه بالاخره استعلاجی میگذرونن، بیماری های زمینه دیگه که دارن میان سر کار میکنن دیگه تا بالاخره بتونن خدمت ارائه بدن. بالاخره یه سری تجهیزات نیاز هستش. ما الان سی تی اسکن که مدت ها درگیرش بودیم، خدا رو شکر با همت مسئولین و مسئولین بیمارستان بالاخره تونستن تعمیرش بکنن. بالاخره تجهیزات دیگه ای داریم، نیاز هستش واقعا که بخواد دولت کمک بکنه برای تهیه اونا. فقط لطف کنن واقعا پروتکل ها رعایت بکنن، ماسک حتما ماسک مناسب بزنن، دوز سوم واکسن رو حتما تزریق بکنن. الان رده سنی که برای اطفال برای واکسیناسیون تعریف کردن، لطف کنن واکسن اطفالشون هم تزریق بکنن. شاید خدا کمک کنه از این پیک هم ایشالا عبور کنه. دکتر احمدی هستم، متخصص اطفال، اینجا بخش پی آی سی بیمارستان حضرت معصومه سلام الله علیها هستش. بیماری کووید کلا توی بزرگترها علائمی که بیشتر نشون داد حالا توی این چند سالی که اتفاق افتاده، بیشتر به صورت علائم تنفسی بوده، به صورت سرفه، تنگی نفس، حالا ما میگیم دیسترس تنفسی شایع‌ترین علامتشون بوده. البته علائم گوارشی هم توی سری از موارد داشتن و همون افت اکسیژن که اکثرا می‌بینیم که توی در حقیقت بالغین بیشتر اتفاق می‌افته شایع‌تره، ولی توی بچه‌ها حالا درگیری کمتر بود توی در حقیقت سری‌های دیگه، ولی الان چون توی این فصل H1N1 هم هست، آنفولانزا هم هست، اومیکرون هم اضافه شده، نمی‌تونیم بین این دو تا افتراق بذاریم بگیم حتما H1N1 یا حتما اومیکرونه. ما بنا رو میذاریم بر هر دوتای اینها و اگر درمانی میخواد براشون انجام میدیم یا تستی میخواد براشون انجام میشه. حالا ما درمانگاه میشینیم، اکثر بچه‌هایی که ما مراجعه میکنن بچه هستن که با تبای خیلی بالا میان، مثلا تبای 40 درجه، 39 درجه، که ممکنه چندین روز هم طول بکشه و حتی بعضی موقع سرفه اضافه میشه. سرفه ها ممکنه خشک باشه اول، بعدا سرفه ها حالت خلطی پیدا میکنن، بیحالی و خصوصا علائم گوارشیشون به صورت اسهال استفراغ که اسهال های آبکی خیلی شدید که حتی ممکنه منجر به بیحالی توی بچه ها، حتی کاهش سطح هوشیاریشون هم بشه که ما میگیم که بچه ها خیلی دهیدره شدن، یعنی آب زیادی رو از دست دادن و بیحال میشن. حالا بچه‌هایی که میان مراجعه میکنن چند دسته میشن. یه سری از بچه‌هامون هستن که حالمون نسبتا خوبه، ما به صورت سرپایی اینا رو درمان میکنیم، اگه آزمایشی لازم دارن، دارویی لازم دارن، به صورت سرپایی بهشون میدیم. یه سری هستن که یکم حالشون در حقیقت بدتره، اینا رو میفرستیم تو اورژانس تحت نظر، آزمایش سرم اینا میگیریم. اگر بچه‌ها بهتر بودن، علائمشون خفیف شد، آزمایشاشون علائمی نداشتن، ترخیص میشن با دارو، ولی اگه خوب نبودن بستری. یه سری از بچه‌هامون هم هستن که خب حالا اومشون خیلی بده، به صورت مستقیم بستریشون میکنیم توی بخش. این ابتدایی نمیرفت، نه دو هفته، چون هفته یه روز در هفته از شاهد درس میکنه نمیرفت، ولی دو هفته مو مدرسه نذاشیم. من میرفتم مدرسه با دختر بزرگم که متوسط است. میگم واقعا این مشکل ما تو مدارس داریم و هیچ کی هم توجه نمیکنه و مجبوری من بریم. الان مثلا مدیرم به من گفته که اگر PCRم مثلا مثبت نشه، منفی بشه، من باید یه روز بیشتر استعلاجی ندارم. ببینین الان فصل مدرسه هم هست، ما اکثر بچه همون میرن مدرسه. بعض از والدین هم فکر میکنن همینقدر که من بچه خودم تو خونه نگه میدارم نمیره بیرون کافیه، ولی بالاخره ما توی خونه که زندگی میکنیم پدر مادر میرن سر کار برمیگردن، من برای خرید میرم بیرون برمیگردم، من یه بچه مدرسه ای دارم که این بچه میره مدرسه برمیگرده. خب
ممکنه دوستش که کنارش نشسته یا حالا بچه من که کنار دوستش نشسته ناقل این بیماری باشه ولی متوجه نیست. حتی درسته اون پروتکلام رعایت بکنم، ماسکم بزنم، پنجره باز باشه، تغییر هوا هم وجود داشته باشه، تهویه بشه، ولی ممکنه که بچه کنار هم میشنن، دست به هم دیگه میزنن، بازی میکنن، بچه‌ن اینو به عنوان ناقل حساب میشن، میرن وارد خونه، بعد این رو میدن به والدین یا والدین میدن به بچه هاشون. ما خیلی از پدر مادرها رو داریم که میگن خودمون اول بیمار شدیم بعد بچه‌مون بیمار شده، یا بچه‌مون علائم سرماخوردگی داشت خودمون همین علائم سرماخوردگی رو گرفتیم. توصیه‌ای که داریم مثل همون شرایط که برای سایر در حقیقت کووید داشتیم همون رو باید در نظر بگیم. یکی اینکه حتما حتما بعد از والدین از ماسک استفاده بکنن. شستن دستا خیلی مهمه، خصوصا وقتی که میرن بیرون برمیگردن حتما شستشو کامل داشته باشن، دستاشون رو با الکل بزنن. تو محیط بیرون که ما دستمون رو به همه جا میزنیم، اونجا الکل میزنیم، وقتی وارد خونه هم میشیم باید حواسمون باشه روی این موضوع، خصوصا ماسک زدنش. حالا بیرون که اکثرا ماسک میزنن، اون تو وارد خونه هم که میشن اگر من دیدم یه علائمی دارن به صورت سرماخوردگی، یکم بی‌حالی یا یکی از بچه های من این حالت رو داره، حتما اون بچه ماسک بزنه، منم اگه این حالت رو دارم ماسک بزنم، خصوصا اگه من بچه کوچیک و زیر یک سال دارم، چون اونا ممکن علائم خیلی شدید رو نشون بدن منجر به بستریشون بشه، من باید به بچه‌ها بگم که ماسک بزنن توی مثلا تماسی که باش دادن، تو دست زدن، بچه‌ها هم دیگر بوس میکنن، توصیه بکنیم که بچه‌ها رو بوس نکنه، خیلی بهش دست نزنه، در تماس باهاش نباشه. این خیلی نکته مهمیه و اینکه روابطمون رو تو اون شرایط باید کمتر بکنیم. مثلا خونه اقوام رفتن یا اقوام بیان دیدن ما کمتر بشه تو اون فاصله، من فکر میکنم که این شرایطی باشه که حداقل از انتقال بیماری، حالا چه کووید باشه، چه اومیکرون باشه، چه H1N1 باشه، جلوگیری میکنه انشالله. چند وقت الان بیمارستان؟